برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. مسجد اعظم کوفه خود را برای بزرگداشت شهادت سفیر امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل در ده روز اول ذی‌الحجه که یکی از مهمترین مناسبت‌های دینی به شمار می‌رود آماده می‌کند. این دهه همچنین مصادف با سال روز شهادت امام محمد باقر است که بر اهمیت این ایام می‌افزاید و آن را در کانون توجه مؤمنان از استانهای مختلف عراق و خارج از آن قرار می‌دهد. گفتنی است که سراسر مسجد اعظم کوفه سیاه‌پوش شده و با نصب بنرهای تسلیت و همچنین برافراشتن پرچم حزن بر فراز گنبد مرقد مطهر حضرت مسلم ابن عقیل خود را برای بزرگداشت شایسته این ایام آماده می‌کند. اداره امنیت ملی عراق اعلام کرد که یکی از اعضای ارشد گروه سنی‌های تندروی داعش را در شهر رقه سوریه که مسئول انجام حملات علیه نیروهای دولتی عراق بود کشتند. در بیانیه امنیت ملی عراق آمده است که این عضو داعش طی روزهای گذشته با همکاری نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا کشته شد. ائتلاف به رهبری آمریکا با نیروهای امنیتی عراق و نیروهای دموکراتیک کرد سوریه علیه بقایای گروه سنی‌های تندروی داعش همکاری می‌کند. گروه داعش در عراق در سال 2017 شکست خورد، اما بقایای آن همچنان حملاتی را علیه نیروهای پلیس، ارتش و واحدهای شبه نظامی دولتی عراق انجام می‌دهند. سازمان ملل اعلام کرده که قایق مهاجران در سواحل یمن غرق شد که در پی آن دست کم 49 نفر کشته و 140 نفر مفقود به جای مانده است. نهاد بین المللی مهاجرت سازمان ملل در بیانیه میگوید که این حادثه در حدود 320 کیلومتری خلیج عدن رخ داده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی این قایق در سواحل جنوبی یمن غرق شده است. این سازمان اضافه کرده که تلاش‌ها برای جستجوی افراد ادامه دارد و تا کنون 71 نفر نجات یافتند. در میان کشته شدگان 31 زن و 6 کودک دیده می‌شوند.